دوستان عزیز کانال فارسی نت سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. تو این ویدیو میخواییم غذای مقوی برای کاهش وزن مناسب رو بهتون معرفی کنید، پس تا آخر این ویدیو همراه ما باشید. بسیاری از افراد خیال میکنن راز بزرگی پشت کاهش وزن وجود دارد. اونا وقتی کسانی رو میبینن که اندامشون مناسبه پیش خودشون میگن راز اونا چیه؟ یا منم چجوری میتونم لاغر بشم؟ در نتیجه درگیر یک جستجوی باطل برای رازهای لاغری میشن و فراموش میکنن به آسانی میتونن عادتهای سالم غذایی رو تو خودشون پرورش بدن و به این ترتیب مشکل اضافه وزنشون رو حل کنن. در فرآیند کاهش وزن غذاها با مکانیزمهای مختلف میتوانن تاثیرگذار باشن. برخی باعث کاهش اشتها، برخی هم موجب سوزاندن کالری بیشتر میشوند و بعضی غذا هر دو نقش را ایفا می کنند. خوراکی ها بر اساس تأثیری که بر بدن دارند می توانند به کاهش وزن کمک کنند. حالا ما می خواهیم برخی خوراکی و نوشیدنی هایی که در سوزاندن کالری تأثیر بسزایی دارند و براتون بگیم. آجیل. آجیل با وجود اینکه دارای چربی است اما برای کاهش وزن بسیار مناسب است. این خوراکی دارای کربوهیدرات کم و اما فیبر زیاد است. گفتنی است پروتئین و چربی آجیل برای سلامتی مفید است. آجیل به خاطر ساختاری که دارد حدود 10-15% آن جذب بدن می شود. همچنین به افزایش سوخت و ساز بدن کمک می کند و با خوردن مقدار کمی از آن احساس سیری خواهید کرد. افرادی که قصد کاهش وزن دارند با مصرف آجیل کاهش قابل توجهی وزن را خواهند داشت که بیشتر در سایز دوره کمر نمود پیدا می کند. در مطالعه نشان داده شده است که رژیم غذایی کم کالری همراه با آجیل باعث کاهش 62% وزن در مقایسه با سایر رژیم های غذایی مشابه همراه با قندهای پیچیده است. روغن نارگیل. روغن نارگیل مانند دیگر روغن‌ها نیست که اثرات منفی بر سلامتی داشته باشد. ساختار این روغن به گونه‌ای است که متابولیسم آن متفاوت است و اثرات بیولوژیکی قوی دارد. مصرف روغن نارگیل باعث می‌شود بدن کالری زیادی دریافت نکند و تا 120 کالری مازاد بدن به طور روزانه را نیز می‌سوزاند. جالب توجه است که روغن نارگیل بیشتر به سوزاندن چربی‌های اطراف شکم و کاهش سایز کمر کمک می‌کند. سیب زمینی آب‌پز. سیب زمینی بر اساس نوع آماده سازی می‌تواند در کاهش یا افزایش وزن تاثیرگذار باشد. سیب زمینی سرخ کرده و چیپس باعث اضافه وزن می‌شود، در حالی که سیب زمینی آب‌پز در کاهش وزن تاثیر دارد. و این هم به این دلیل است که با خوردن سیب زمینی تمایل به خوردن سایر خوراکی‌ها کاهش می‌یابد. برخی یافته‌ها حاکی از آن است که سیب زمینی دارای پروتئین مهار کننده‌ای به نام پروتاز 2 است که روی اشتها اثر دارد. البته این یافته هنوز به طور قطع تایید نشده است. قهوه. قهوه نوشیدنی است برای سلامتی بسیار مفید و سرشار از آنتی اکسیدان ها و مواد فعال زیستی است. کافئین، ماده فعال موجود در قهوه می تواند به سوزاندن چربی و کنترل وزن کمک کند. البته شواهد بسیار کمی در این مورد وجود دارد. در واقع کافئین می تواند متابولیسم بدن را بین 3-11% و همچنین سوزاندن چربی را بین 10-29% افزایش دهد. بر اساس یک مطالعه 600 میلی لیتر کافئین در روز 4-6 فنجان قهوه می تواند به سوزاندن اضافی 79-150 کالری در روز کمک کند. ماهی و گوشت بدون چربی. اگر قصد کاهش وزن دارید، استفاده از رژیم دارای پروتئین انتخاب بسیار مناسبی است. ماهی و گوشت بدون چربی منبع غنی از پروتئین هستند. مطالعه‌ای نشان می‌دهد رژیم دارای پروتئین 80-100 کالری در روز را می‌سوزاند و مطالعه‌ای دیگر بیان می‌کند که این رژیم باعث کاهش وزن 1 پوندی در طول 1 هفته می‌شود. گفتنی است پروتئین به کاهش اشتها در زمان رژیم غذایی کمک بسیاری می کند. چای سبز.
چای سبز همانند قهوه از نوشیدنی‌های مؤثر در کاهش وزن است. این نوشیدنی به دلیل کافئین می‌تواند تأثیر زیادی در افزایش متابولیسم بدن داشته باشد. بر اساس مطالعات، عصاره چای سبز می‌تواند سوخت و ساز بدن را در حدود 3-4% و سوزاندن چربی را تا 17% افزایش دهد. فلفل تند. برخی از انواع فلفل ها مانند قرمز حاوی ماده‌ای به نام کیسایسین هستند. بسیاری از مطالعات نشان دادند کیسایسین می تواند اشتها را کاهش و سوخت و ساز بدن را افزایش دهد. به همین دلیل کیسایسین یک ماده بسیار محبوب در مکمل های کاهش وزن تجاری هم هستند. اگر شما به غذای تند تمایلی ندارید، مقدار کمی از آن را در غذاها برای کاهش وزن استفاده کنید. سرکه سیب. این ماده دارای خواص بسیاری است که باعث محبوبیت آن در رژیم‌های غذایی سالم شده است. سرکه سیب به طور قابل توجهی به کاهش قند خون هنگام مصرف زیاد مواد قندی کمک می‌کند و به طور مستقیم بر کاهش وزن تأثیر دارد. در مطالعه این مورد به اثبات رسید که مصرف 15-30 میلی لیتر سرکه در روز منجر به کاهش وزن 1.2-1.7 کیلوگرم در طی یک دوره 12 هفته‌ای شده است. تخم حیوانات و پرندگان. انواع تخم‌ها مانند تخم مرغ جزء مغذی‌ترین مواد خوراکی محسوب می‌شوند. طبق مطالعات جدید، اثرات مثبت تخم مرغ در کاهش وزن به میزان کلسترول آن غلبه کرده است. خوردن تخم مرغ در وعده صبحانه در کاهش وزن بسیار مؤثر است. این مطالعات همچنین نشان می‌دهد مصرف تخم مرغ در صبحانه به جای مواد شیرینی حدود 36 ساعت احساس سیری در افراد ایجاد می‌کند. شایان ذکر است اگر شما نمی‌توانید از تخم مرغ استفاده کنید، مواد غذایی سرشار از پروتئین و مواد مغذی را در برنامه صبحانه خود قرار دهید. نوشیدن آب. نوشیدن آب کافی میتواند مزایای بسیاری برای کاهش وزن داشته باشد. نوشیدن نیم لیتر آب میتواند سوخت و ساز بدن خود را تا 30% برای یک دوره 1-1.5 ساعت افزایش دهد. بهتر است از آب سرد استفاده کنید تا بدن برای گرم کردن آن انرژی مصرف کند. بهترین زمان نوشیدن آب قبل از غذاست، چرا که بدن احساس سیری پیدا می کند و به کاهش چربی اضافی هم کمک بسزایی می کند. ذرت. ذرت می تواند یک وعده غذایی مناسب باشد. منظور ما ذرت پخته شده است، نه کنسرو شده. استفاده از این غذا می تواند کلسترول اضافی را از بین ببرد و همچنین از انباشته شدن چربی جلوگیری کند. اگر خوردن آن کمی سخت بود، می توانید از مقداری اندکی نمک استفاده کنید. بروکلی. بروکلی درمان بسیار خوبی برای سرطان می باشد، اگرچه کالری کمی دارد و دارای فیبر بسیار زیادی می باشد، بنابراین این در هضم گوارش غذا بسیار به شما کمک می کند. گریپ فروت به عنوان یک غذای رژیمی به حساب می آید و تنبلی بدن در سوخت و ساز غذایی که میل می کنید را رفع می کند و برای افرادی که بیماری قلبی دارند توصیه می شوند تا از این غذا استفاده کنند. آووکادو. آیا تا به حال این احساس را بعد از خوردن غذا داشتید که با وجود خوردن غذای کامل می توانید چیزهای دیگری بخورید؟ با اضافه کردن نیمی از آووکادو به غذا می توانید به جلوگیری از وقوع این مسئله کمک کنید. مطالعه‌ای نشان داد آنهایی که آووکادوی تازه را به غذا اضافه کردند، میل به خوردن میان وعده غذایی را در طی 3 ساعت به میزان 40% کاهش دادند. خیلی ممنونم که با فارسینت همراه بودید. لطفاً ما را سابسکرایب کنید و برای اطلاع از ویدیوهای بعدی ما زنگولک کنار سابسکرایب رو هم بزنید. امیدوارم این ویدیو مورد پسندتون واقع شده باشه. لطفاً با نظرها و کامنتاتون به ما انرژی بدید و ما رو حمایت کنید. تو این شبا براتون بهترین ها رو آرزو می کنم. شب روزتون خوش.